جناب رستمی عزیز بسیار بسیار به روی خط خوش آمدید قربان. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زاده‌ای و همچنین خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز. بسیار سپاسگزارم که این وقت رو گذاشتید، این هفته تونستیم به روی خط بیاییم و امیدوار هستم که در این 45 دقیقه آینده بتونیم بیشتر در کنار عزیزانمون باشیم. جناب رستمی عزیز، شما صحبتی دارید در شروع برنامه یا مستقیما بریم سراغ سوال جواب ها؟ یک مورد بسیار کوتاهی رو خدمت دوستان عرض کنم که در مورد تمدید اقامت موقت کاری به اقامت دائم است که این مورد جدید رو از چند ماه است که اداره مهاجرت به اجرا گذاشته. اگه اجازه بدید خواهش میکنم سر و پا گوش هستم توضیحات بدم. همینطور که دوستان عزیز اطلاع دارند، از ماه جولای همین تابستان امسال قانون جدید، در واقع قانون احتوای بیگانه، تغییرات عمده ای پیدا کرده در مورد و تغییرات عمدهش هم در مورد اقامت پناهندگی هست و همچنین شرایط مربوط به امرار معاش، یعنی افرادی که به خاطر پیوند خانوادگی اقامت میگیرند برای اونها شرط امرار معاش نیز گذاشته شده. شرط امرار معاش در واقع بیشتر خیلی خودش رو در اقامتهای پیوند خانوادگی بیشتر خودشونش رو میده که برای اون یک سری سیستماتیک چندین ساله که در واقع این اجرا میشه و به هر حال با چندین رأی از دادگاه عالی نیز حد حدود این قضیه مشخص‌تر و واضح‌تر شده است. برای درآمد یه مبلغ معینی در نظر گرفته میشه بر اساس تعداد اعضای خانواده، اصطلاحا هم بهش گفته میشه که فرد هولسپلوپ، یعنی مقدار درآمد برای امرار معاش است. امرار معاش هم که میدونیم شامل هم و در واقع هزینه مسکن هم سایر هزینه هاست. این فرد هولسپلوپی که گفته میشه سقف در واقع حد اقل درآمدی که افراد میتونن باش درآمدی هست که میتونن از امرار معاش کنن زندگی کنن و ضمناً هزینه اجاره خونه هم به این اضافه میشه. اجاره خونه هم که رقم ثابتی نیست، خب به هر حال بستگی به متراژ این مسکن داره و تعداد اعضای خانواده و تعداد مثلا متراژ و تعداد اتاق ها و اینا استاندارداش. بر اساس اون خب هزینه در اون که قرارداد هست بر اساس اون مبلغ فربولس برو به اضافه در واقع اجاره خونه، هزینه مسکن، اینها در جمع باید فردی که مقیم شده درآمدی باید داشته باشه که کفاف این هزینه ها رو بده. این از سال 2016 از مقداری هم قبل اجرا می شده و شامل همه افرادی هست که مقیم سوئد هستند و ازدواج میکنن یا اعضای سایر اعضای خانوادهشون درخواست اقامت میکنن. در مورد افرادی که اقامت پناهندگی دارن، همونطور که قبلا یک بار در این مورد صحبت کردیم، اونایی که اقامت پناهندگی میگیرن تنها 3 ماه اعضای خانوادهشون فرصت داره که درخواست اقامت بده. اگه بعد از 3 ماه درخواست اقامت داده بشه شرط امرار معاش برای اونها نیز گذاشته شده است و استثناش همونی که در 3 ماه بعد از اینکه فرد پناهجو اقامت پناهندگی دریافت کنه اعضای خانوادهش درخواست اقامت بکنند که شرط امرار معاش موقع براشون اجرا نمیشه. حالا در مورد افرادی که اقامت بس کار داشتن، تا به حال این مورد رعایت نمیشده، در نظر گرفته نمیشده. الان هم افرادی که اقامت موقت و بر اساس کار استخدام در شرکتی دریافت میکنند، در بار اول بار دوم این امرار معاش رو در واقع براشون حداقل درآمد گذاشته شده، یعنی حداقل درآمد اینی که فرد 13000 تومان باید حداقل در ماه درآمد داشته باشه بتونه اقامت هستن بگیره. ولی این فرقی نمیکنه، فرد تنها باشه، فرد که استخدام میشه یا اعضای خانوادگی هم داشته باشه، در این زمینه فرق نمیکنه، به همشون اقامت داده میشه. منتها موقعی که فردی که اقامت موقت کاری داره درخواست اقامت دائم میکنه بعد 4 سال، اون موقع اول شرایط خود فرد متقاضی که همون کار میکنه و اقامت و اساس کار گرفته رو بررسی میکنن. اگه فرد اقامت دائم بر اساس همون استخدام در 4 سال گذشته کار کرده بتونه اقامت دائم کسب کنه، اون موقع
اگر اعضای خانواده داشته باشه، برای درخواست اعضای خانواده رو به عنوان اعضای خانواده فردی که در سوئد اقامت دائم داره بررسی میکنن. و این در واقع به این مفهوم میشه که فردی که در اقامت دائم بر اساس کار کسب کرده، برای اونها اعضای خانوادهشون شرط امرار معاش نیست گذاشته میشه. به این ترتیب یعنی فرد وقتی که اقامت دائم بر اساس کار کسب میکنه، علاوه بر این که باید کفاف زندگی 13000 کرون درآمد داشته باشه حداقل، باید اندازه‌ای درآمد داشته باشه کفاف زندگی خودش، خانوادهش و همون امرار معاش، هزینه مسکن و اینا که هست رو بده. یعنی در واقع این تغییر بسیار مهمی که شامل افراد، در واقع افرادی که اقامت کار دارند و این اقامت کار موقت رو به دائم میخوان تبدیل کنند، برای اعضای بر اساس تعداد اعضای خانواده اونها شرط امرار نیست، امرار معاش نیز برای این اعضای خانواده در نظر گرفته شده، که به این مفهوم هم هست که خب فردی که اقامت دائم کسب میکنه باید دیگه با 13000 کرون کافی نخواهد بود، بلکه به اندازه‌ای باید درآمد داشته باشند که کفاف زندگی همه اعضای خانواده رو بده. متوجه. آقای رستمی، این تغییر مهمی بود که یکی از یعنی در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، دوستان بسیار زیادی با فکر میکنم اینو در سایت رادیوی سوئد قید کرده بودن که حزب مدرات سوئد اعلام کرده که میخوان، حالا نمیدونم یه قانونی رو میخوان به مجلس بدن یا لایحه هست یا فقط یه صحبت بوده، که تمام کسانی که پناهندگی میگیرن و برای مسافرت به کشور مطبوع خودشون برمیگردن، این چیز پناهندگی رو از اینا پس بگیرن. این یه صحبت بوده، شما شنیدید اینو؟ این آیه صحبت بوده یا به حالت یک قانون در اومده؟ آقای آزادی، فردی که پناهجو پناهنده است، درست، مفهومش اینه که خب امنیتش، جونش در کشور خودش در خطره و نمیتونه اونجا برگرده و قاعدتا خب این برای مدت طولانی قاعدتا باید اینطوری باشه. افرادی که بعد از اینکه اقامت پناهندگی کسب میکنن و بعد از اینکه اقامت پناهندگی کسب میکنن میرن به سفارت کشور خودشون مراجعه میکنن و پاسپورت کشور خودشون تهیه میکنن و به کشور خودشون مسافرت میکنن، قاعدتا به مفهوم اینکه اینا دیگه به پناهگاه نیاز ندارن. یعنی در واقع جونشون و امنیتشون در خطر نیست. این جزء این چیز مسئله جدیدی نیست که فردی که اقامت پناهندگی گرفته بعد و اگه برگرده کشور خودش از حمایت کشور خودش برخوردار بشه، اقامت این باطل میشه. اینجا یه جای کار اشکال داره، یا اینکه طرف دروغ گفته یا اینکه الان دیگه امنیتش در خطر نیست. درست. از دو حالت این چیز جدیدی نبوده که این چیز جدیدی اصلا نیست، ولی خب تو سوئد شلوول اداره مهاجرت قوانین رعایت نمیکنه، اجرا نمیکنه در واقع. وقتی که فردی که گفته من پناهندم بلافاصله بعد میره کشور خودش، خب یه جایی کار اشکال داره دیگه. خب این باید تحقیق بشه که چرا اینطوری شده. بعد این همیشه بوده ولی تو سوئد کسی به این مسئله اهمیت نمیده. اداره مهاجرت ول کرده قضیه رو، بقیه ارگان هم دارن دخالت نمیکنن. بنابراین این مسئله جدید نیست، حالا فقط یک تکرار مکرراتی بوده. مسئله رو میخواد که پیگیری بیشتری بشه، چون که قوانین پناهنده بازی که تغییر کرده، اقامت موقت داده میشه، به چه مفهومیه؟ با این اقامت موقت داده میشه، بالاخره یه جایی باید این پیامد داشته باشه دیگه. بله. وقتی که برای چی اصلا اقامت پناهندگی موقت داده میشه، چه سیاستی پشت اینه؟ یعنی اگر اینکه این هی بعد از اینکه دائم شد موقت شده، بعد تمدید بشه، خب مفهومی نداره. برای چی اصلا موقتش کردن؟ این موقت کردن که به هر حال باید یک کنترل هایی صورت بگیر. یعنی اینکه 3 سال که تموم شد، فرد درخواست تمدید اقامت میکنه، خب قاعدتا باید بررسی بشه که آقای دوباره شما دلایل پناهندگی سر جاشه یا نه.
یا در طول این مدت رفتین مثلا به کشور یا در طول این مدت رفتین به کشورتون رو برگشتین، خب نشون دهنده اینه که نیست دیگه. یا بعضی هم که اینجا اقامت گرفتن بعد رفتن وزیر شدن تو کشورهای دیگه و اینا، خود که وزیر دفاع عراق و وزیر بله. این ببینید این موضوع اصلا چیز جدیدی نیست تو قوانین مهاجرت عرض میکنم، ولی از بس این مسائل رعایت نشده الان وقتی یه حزب میاد همچین مسئله مطرح میکنه همه فکر میکنن که چی اتفاق افتاده. هیچ اتفاق نیفتاده. حزب مدیریت میخواد یه قانون اجراش بکنید، قانونی که هست پیگیری بهتری بشه. این مسائل پیش اومده دیگه. خب تعداد خیلی زیادی اقامت پرنده میگن و فردا میرن سفارت پاسپورت میگن کشور خودشون مسافر، این اتفاق داره میفته. خب درست. و ضمناً وقتی که فرد اقامت پناهنده گیره برای 4 تا 5 سال تابعیت سعودی میگیره، میگه اصلا دیگه اصلا مشخصاً بشه کارش نمیتونن بکنن، چون تابعیت رو نمیشه پس گرفت. یعنی اشکال یکی دوتا نیست، خیلی فراوانه. و این رو حالا این حزب میگه خب قوانین که ما داریم موجوده اجراش بکنه. متوجه. برای اینجا قانون تصمیم نشده که تاکسی بمونه باد بخوره به قول معروف. دقیقاً. الان چون قاعدتا بحث پناهندگی و پناهجویی و مهاجرت در سال آینده که انتخابات هست میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، از همین الان دیگه احزاب دارن شروع میکنن صحبت کردن در مورد این مسائل مشکل. ببینید از طرفی هم قابل درکه که وقتی یک فردی که اقامت پناهندگی میگیره بعد 10 سال 15 سال یا 20 سال به هر حال کشور خودش تغییراتی صورت میگیره، تو خود فرد حتما تغییراتی صورت میگیره، ولی وقتی فرد تابعیه از این طرف هم خب این مسئله رو باید در نظر گرفت، ولی خب حداقل یه مدت زمانی رو باید در نظر گرفت که یه مدت زمانی خاصی فرد اگه برگرده به کشور خودش مسافر داره، مفهوم اینه که خب یا دروغ گفته و یا این که نه وضعیتش تغییر کرده. خب وضعیتش تغییر کرده قاعدتا باید تو این اقامتش هم تاثیر بذاره دیگه، چون فرد وقتی پناهجو نیست و احتیاج به پناهگاه نداره خب نداره دیگه. ما دو خط تلفن هست، اس ام اس هم هست. بریم سراغ 2398 اول زنگ زد. درود بر شما، بفهمید بر روی خط هستید. سلام آقا نوید، خواهش میکنم بفهمید عزیزم. سپاسگزارم از شما. قربون شما. سلام عرض می‌کنم خدمت سرزمون. من یه سوال داشتم در تکمیل صحبت‌هایی که داشتن انجام میدادن آقای رستمی. بله. حالا نمیدونم شاید وقتی من راجع به گوش کردم یا قبلش این صحبت رو کردن یا متوجه نشدم. حالا سوالتون رو بفرمایید، خواهش میکنم. سوالم اینه که بحث اینه که اگر شخصی درخواست اقامت کاری میکنه و این اقامت رو میگیره و حالا میخواد با یه شخصی خارج از اینجا ازدواج کنه، یعنی با یه خانومی در ایران ازدواج کنه، بعد ایشون رو بخواد برداره انتقال بده به اینجا، برای یه همچین حالتی هم شرط خاص لازمه یا همون شرطی که درخواست اقامت کاری کرده شامل این مورد هم میشه؟ از این شرط خاص منظورتون شرط امرار معاش دیگه، درسته؟ بله بله. از کردم برای افرادی که اقامت بر اساس کار کسب میکنن در بار اول و بار دوم امرار معاش رو در نظر نمیگیرن، ولی در بار سوم که قرار اقامت دائم بگیره اون موقع این 2 ماه گذشته است که در واقع شرط امرار معاش رو اگر اعضای خانواده‌ای داشته باشه درآمدش، در واقع شرط امرار معاش گذاشته شده، در نتیجه درآمد فردی که کار داره باید اندازه‌ای باشه که کفاف زندگی خودش و خانواده اعضای خانواده‌اش هم بده. این رو 2 ماه هست که بعد از اینکه درخواستش قبول شد و بهش اقامت کاری دادن، اگر ازدواج کنه برای انتقال همسرش به اینجا مشکلی نداره؟ یعنی نه من اینجوری نمیگم که شما سوال در اقامت کاری موقته، بار اول موقته و بار دوم موقته، یعنی 4 سال اقامت موقته، بعد 4 سال فرد اقامت دائم بگیره. بار اول و بار دوم اگه فرد دو سال اقامت بگیره دوبار درخواست میده، بعد بار سوم میشه دائم. در اون بار سوم هست که شرط امرار معاش رو اجرا میذارم. آقای رستمی در همون دوران اول و دوم میتونه کسی تقاضا بکنه که خانواده مثلا زن بگیره و زنشو بیاره؟ بله. تو دوران هم میشه این کارو کرد. چرا که نه، اعضای خانواده داشته میشه من درخواست بدن، یا فرد اگه بعدن ازدواج کنه خب به هر حال به اعضای خانواده اقامت داده میشه. بار اول و بار دوم نه، ولی بار سوم که فرد اقامت دائم میخواد کسب کنه اون موقع شرط امرار معاش برای ایشون گذاشته میشه به این مفهوم که درآمدش باید به اندازه‌ای باشه که کفاف زندگی خودش
و سایر اعضای خانواده رو بده. 98 38 43 بفرمایید بر روی خط هستی شما. دوست عزیز بفرمایید لطفا. اگه شما صحبت نکنید من مجبورم گوشی رو قطع کنم. خیلی خب ایشون صحبت نمی کنن. 23 98 بفرمایید. خب ایشون هم قطع کردن. جناب رستمی دوستی نوشتن، البته این سوال بسیار حساسه ولی خب حالا من از شما میپرسم اگه مایل بودین جواب بدین یا نه. دوستی نوشتن سلام، خانم من در ایران هستن و ما از طریق یک وکیل برای اومدنش به صورت کیس ازدواجی اقدام کردیم. متاسفانه وکیل ما ایمیلی که از طرف اداره مهاجرت جهت گرفتن وقت مصاحبه از سفارت در ایران بهشون ارسال شده بود و ندیده و بعد از پیگیری مجدد از اداره مهاجرت بهمون اطلاع دادن که برای وقت مصاحبه اقدام کنیم، در صورتی که 5 ماه از تاریخ ایمیل اداره مهاجرت گذشته بوده. سفارت برای 1.5 سال بعد به خانم من وقت مصاحبه داده. وکیل الان برای پرداخت فاکتور تماس گرفته و سوال من این است که آیا با توجه به این سهل‌انگاری از طریق وکیل حتما باید مبلغ فاکتور را کامل بهشون پرداخت کنیم؟ آیا شما پیشنهادی برای برخورد با همچین وضعیتی دارید یا نه؟ ببینید، به هر حال من نمیدونم توافق اینا چی بوده، ولی احتمالاً توافق این بوده که به هر حال پروسه رو این وکیل پیش ببره و خب در پیش برد این پروسه قاعدتاً تا جواب نهایی حاصل بشه، جواب حاصل بشه این فرد قرار بوده که پروسه رو پیگیری بکنه و قاعدتاً خب به هر حال اشتباه رخ میده. ایشون هم فراموش کرده که این رو به موقع به موکل خودش اطلاع بده که ایشون هم بره درخواست در واقع وقت رزرو بکنه. سهل‌انگاری صورت گرفته یه مقداری، ولی به نظر نمیرسه که به اندازه‌ای باشه که کلن پروسه رو به مخاطره انداخته باشه. از طرفی هم میدونیم که سفارت وقت گرفتن همین طوریه، اگه الان فردی بخواد وقت بگیره تو ما سال آینده بهش وقت میدن. بنابراین این سهل‌انگاری در حدی نبوده که تأثیر منفی آنچنانی در پرونده گذاشته باشه، ولی خب اگه فرد فکر میکنه که این موضوع براش خیلی مهمه، خب طبیعتاً شاید بتونه که مثلا یه مقداری از این فاکتور رو پرداخت نکنه، بعد با هم کنار بیاد در واقعیتش. بله. قبل از اینکه تلفن ها رو ببرم، دوستی نوشتن سوالی از آقای رستمی دارم، اگر من دعوتنامه بفرستم برای مادر پسرم در ایران چند درصد امکان داره اجازه بدن همراه با پسرم به سوئد بیاد؟ خب پس بذارید من اینو باید بگم. ایشون یه پسر 16 ساله در ایران دارن، پسر 16 ساله رو براشون اقدام کردن که بیارنشون پیش خودشون و در سوئد زندگی کنن. تا اونجا که من متوجه شدم تمام کارام انجام شده، همه چی هم اوکیه، سفارت هم رفتن، همه چی. مادر بچه در ایران الان به ایشون الان در سوئد زن داره، بچه هم داره. مادر و پسر که الان 16 سالشه در ایران گفته من به شرطی بچه رو میذارم بیاد که خودم بتونم بیام اونجا ببینم که بچه هم وضعیت خوبی داره، جایی که میخواد زندگی بکنه همه چی درسته و همه چی. و ایشون سوالشون اینه که آیا من میتونم برای مادر بچه تقاضای ویزا بکنم که بگم به این شرایط مادر بچه من میخواد بیاد ببینه بچهش داره سر سامونش جاش درسته، پیش پدر جاش درسته، آیا در احتمالی داره نه که به مثلا بتونن این ویزا به این سبک برای این خانم تهیه بکنن یا نه؟ خانم در ایران ملک و املاک هم دارن، کار هم دارن. در ببینید اینجا موقعی که خانم در واقع این پسر درخواست اقامت کرده، این مادر این اجازه رو داده که این پسر فرزندش بیاد پیش پدرش در سوئد زندگی کنه، این اجازه کتبی داده شده. بنابراین اونجا ایشون متوجه بوده که داره چیکار میکنه. حالا اون مسئله مربوط به مسئله اقامتی میشه، مهاجرتی میشه، که این اجازه رو داده، پسرم درخواست داده و اداره مهاجرت هم موافقت کرده، حالا فرد اقامت گرفته که باید بیاد زندگی کنه. حالا اینجا ایشون با پدر طرف داره جر رو بحث میکنه که من تحت شرایطی اجازه میدم که ببینم اونجا مسکنش چگونه. خب از اول اینا رو بررسی میکردن، یه پدر خونه رو فیلم برداری میکرد میفرسته واسه دیگه، مشکلی نداره. بنابراین این حالا اینکه این شرط رو میذاریم برای پدر بچه میتونه بذاره، ولی برای اداره مهاجرت که سفارت که نمیتونه بذاره که. بنابراین سفارت خودش تصمیم گیری میکنه که بررسی میکنه که آیا به این خانم، به این مادر
ویزا توریستی بده که بیاد همراه پسرش اینجا ملاقات بکنه یا نه، حالا خون زندگیش رو ببینه یا نه. با این بحث دیگه اونا بر اساس قوانین مهاجرت تصمیم میگیرن و اینکه این پسر بیاد، این بچه بیاد در نزد پدر زندگی کنه، و این چیزیه که پدر مادرها کلا با هم دیگه خب توافق میرسن، از قبل هم رسیدن، این چیز عجیب و غریب و پس دیگه فقط باید ثابت بکنن، پس باید فقط ثابت بکنن که میخوان برگردن دیگه، یعنی تقاضا رو مثل یه توریست میتونن بفرستن، چیز عجیبی دیگه در این مابین نیست. نه، مادر میتونه همچین درخواستی بده، ولی این رو شرط بذاره که من بچه‌مو اجازه نمیدم، خب نمیده دیگه، خب پدر میمونه اونجا، بچه‌م اونجا. متوجه هستم. 23 یعنی منظور که دست پدر نیست که تصمیم گیری بکنه که حتما به ایشون هم ویزا داده بشه، اینو سفارت و اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه. 100%. 2398 درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشین آقای رستمی و نوید جان. قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم. قربان شما، یه سوالش از آقای رستمی مختصر برای اون اگه تونستم توضیح بدم. من مخصوصاً کسی که اقامت پرمننت دائم اینجا داشته باشه، اگر بخواد فلیتا کنه توی کشور دیگه به چه میتونه یا نه، به چه صورت، چه میتونه؟ منظورتون دقیقا نمیفهم، میتونه یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوام برم فلیتا کنه به یه کشور، مثلا بره پرتغال، در یه کشور دیگه اقامت میگیره و میره اونجا زندگی میکنه دیگه، درسته؟ نه، با همین اقامت دائم، توی اقامت دائمی که توی سوئد داره بتونه فلیتا کنه توی کشور دیگه، تو همین توی اروپا. درستم. برای یه کسی که اقامت دائم داره یک موقعیتی وجود داره به نام اسلام بهش گفته میشه وارکت بوسات، یعنی ایشون میتونه استاتوس بعد 5 سال اقامت در سوئد و کار داشتن اینا، میتونه همچین استاتوس رو از اداره مهاجرت سوئد کسب کنه و تحت شرایطی که در کشور دیگر اروپایی کار پیدا کرده باشه این اقامت رو منتقل کنه اون بچ. در اون کشور نیز 5 سال اقامت موقت خواهد بود، بعداً به دائم تبدیل میشه. این امکان اینگونه وجود داره، ولی نه اینکه چون اینجا اقامت دائم داره بلند شدن به فردا اسپانیا میخوام زندگی کنم، نمیشینم. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون. قربان شما، خدا نگهدار. 98 این وضعیت برای شهروندان اتحادیه اروپا وجود داره، اما فقط مختص خارجی‌ها نیست. یعنی فردی که تابعیت سوئد به شهروند سوئده میخواد بره در اسپانیا زندگی کنه، باید اونجا اجازه اقامت کسب بکنه به عنوان ایلومیدبوریاره. و خب اونجا یه شرط داره، یا باید درآمد باید داشته باشه، یا کار از طریق کار، یا سرمایه گذاری، و یا حقوق بازنشستگی که مرتب به حساب این فرد پرداخت خواهد شد. اون شهروند سوئد هم نمیتونه بلند شه همینطوری به اسپانیا زندگی برای بر همیشه اونجا زندگی کنه. بس یه چیز شرایطی وجود داره. این شرط برای فرد خارجی مقیم سوئد نیز وجود داره. خواهش می‌کنم. 98 38 43 بفرمایید، بر روی خط هستید. الو، بفرمایید، خواهش می‌کنم، صدای شما بر روی خط است، بفرمایید. سلام آقای نوید، خدمت مهمون عزیزتون سلام. آقای رستمی هستم، در مورد ویزای کاری سال داشتم. من اقدام کردم برای ویزای کاری 2 ساله و 2 سال اول رو گرفتم و دورش سفری شد، با همیشه هم اوکی بود. 2 سال دومو که برای دوره دوم 2 ساله وقتی گرفتم، 3 ماه بعد از اینکه کار کردم به خاطر شرایط کرونا شرکت ورشکست شد و من شروع کردم از آکستان حقوق دریافت کردن. و میدونید که توی ویزای کاری اگه میتونید 3 ماه شما بیکار باشید، ولی خب نتونستم دو 3 ماه کار پیدا کنم و 7 ماه طول کشید تا من کار جدید پیدا کنم و دوباره کاری تو همون برانچ پیدا کردم و شروع که ادامه دادم کارمو و الان 4 سالم تموم شده، دوباره باید اقدام کنم برای حالا یا پرمننت یا دوباره موقت. میخوام بدونم آیا اداره مهاجرت این عذر بیماری کرونا رو قبول میکنه برای این 7 ماه بیکاری، این گپی که طولانی تر از 3 ماه شد یا نه؟ نه، متاسفانه این پاندمی کرونا تاثیر به قوانین مهاجرت نمیگذاره. درست. الان شرایط چجوری میشه؟ یعنی 100% ریجکت میشم، کاری نمیشه کرد برای این قضیه؟ یعنی شما 4 ماه بیشتر از اون حد معمول دست بیکار بود، درسته؟ من گرفتم، ولی آکستان حقوق داشتم، یعنی کار نمیکردم. درآمد شما بله کار نبوده دیگه، از طرف بیمه بیکاری بوده. بیمه بیکاری برای شما بر اساس اون کار مدت زمان قوانین کاری و اینکه بیکار بودی به هر حال بیمه بودید بعدا، این بیمه است. ولی خب کاری نداشتید 7 ماه، اینم مسئله است دیگه.
درست. یعنی آقای رستمی در واقعیتش این کرونا رو همه چی تأثیر میذاره به غیر از مسائل اداره کاری اداره مهاجرت. این بسیار عجیبه، این همه کار و شغل از بین رفت، مردم شرکت‌های مختلف بسته شدن. خب این باید یه تجدید نظری روی مسئله رو یه مقداری باید بکنن، هیچ فکری ندارن که الان مثلا بتونن چیز جدید. نه متأسفانه تا به حال قوانین تو قوانین مهاجرت هیچ تأثیری نداشته، یعنی این مورد رو اصلا یعنی به عنوان دلایلی موجه قبول نمی‌کنن. سپاسگزارم از شما عزیزم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 2380 درود بر شما، بفرمایید لطفا. سلام آقای آزادی، خدمت شما آقای رستمی. قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم. من دو تا سوال داشتم کوتاه که بره بقیه هم وقت برسه. خیلی خواهش میکنم. بعد یکی این که کسی بره خانمشو میخواد اینجا بیاره، اول بهش اقامت چند وقته میدن، بعد چند وقت تمدید میکنن، بعد چند وقت دائم میگیره. این یک. دوم این که مثلا کسی خانمشو میاره اینجا، کارم داره، کار میکنه، بعد یک سال شما فکر کنیم بیکار میشه، این تأثیری داره مثلا؟ یعنی خانمش ببین الان ببخشید الان جواب دادن به این سوال جواب روشنی وجود نداره. ببینید افرادی که الان اقامت میگیرن تقریبا میشه گفت همه اقامت موقت، کسی اقامت دائم در بار اول نمیگیره. بنابراین بستگی به استاتوس این فردی که مقیم سوئد داره، به هر اندازه افرادی که اقامت دائم دارند و یا تابعیت سوئد هست رو دارند. بله برای اونا شما لطفاً گوشون. بله وقتی ما با هم حرف زدیم صدای هم دیگه نمیشنم، یعنی معلوم نمیشه. بفهمید آقای رستمی. افرادی که اقامت دائم دارند و یا شهروند سوئد هستند، اینها اعضای خانوادهشون اقامت دو ساله میگیرن برای اولین بار و بعد دو سال اگر رابطه برقرار باشه اقامت دائم میشه. ولی افرادی که سایر نوع اقامت‌های دارند و استاتوسشون اقامت موقته، بر اساس اون استاتوس خودشون به اعضای خانوادهشون به همون مدت که فرد اقامت موقت داره به اون هم اعضای خانوادهش هم اقامت موقت داده میشه. بنابراین دیگه الان نمیشه گفتش که دو سال اقامت موقت بعد دائم، بستگی به استاتوس فرد مقیم سوئد داره. هر چقدر که مدت زمان اقامت فرد مقیم سوئد موقت باشه و به هر اندازه که موقت باشه، بر اساس همون به اعضای خانواده این فرد نیز اقامتش همینجوری موقت خواهد شد. پس یعنی اگه ایشون سوئدی باشن دیگه دائم تبدیل شد. پس یعنی چون ایشون سوئدی هستن دیگه به خانم دیگه میدوسن. اون کماکان همون دو سال هست و بعد دو سال اقامت دائم میشه. در مورد امرار معاش، خب طبیعتاً که بستگی داره به استاتوس فرد مقیم سوئد که چه نوع استاتوسی داشته باشه در بار اول و برای خیلی ها برای بار اول امرار معاش در نظر گرفته میشه و اجرا میشه. ولی افرادی که اقامت کاری موقتی کسب میکنن اول، در مورد اونا هنوز امرار معاش مثل بقیه نیست، یعنی یه مقدار مال اونا راحت تره. اینطوری میشه گفتش. شما جوابتون رو گرفتین یا سوالی هست داریم؟ نه ولی اینو متوجه نشدم. من مثلا خب اینجا مدبوریره دارم، کارم میکنم، کار دائم دارم. من گفتم مثلا بعد یک سال دو سال خانم مثلا قبل از اینکه دائمشون بگیره من بیکار میشم، شما فکر کن بعد یک سال و نیم چی اتفاقی میفته؟ شر موقع تمدید، در واقع تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم، شرط امرار معاش در نظر گرفته نمیشه. نمیشه، پس یعنی هیچی نمیشه دیگه دوست عزیز. آه، اوکی. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. من یک تلفن دیگرم میگیرم بعد دیگه میریم فقط سراغ اسمس ها. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. سلام عرض کنم خدمت شما. قربان شما عزیزم، سپاسگزارم. بفرمایید. من یه سوال داشتم از آقای رستمی، ما یه مشکلی پیدا کردیم با کرونفوبیا. من یه سوالی بکنم آقای رستمی، شما در مورد مسائل کرونفوبیا تخصص دارید یا بستگی به سوال داره؟ خب پس بفرمایید شما سوالتونو. سوال من به این شکله که من شرکت دارم، بعد این مربوط به شرکت هم میشه، یه شنسبیل دارم، بعدش قبلا آدرس شرکت با خونه یکی بود، محل کارم با شرکت یه جا بود، بعد که شرکت فلیتا دادیم از ژانویه آدرسش هم عوض شد، بعدا ترانسپورت سیرسن دو تا فاکتور بر ما فرستاده بود،
یکی برای ترنکسلسکت، یکی برای فوردونسکت. اینا رو من نگرفته بودم تا اینکه چند وقت پیش دیدم یه نامه از کنفوگدن اومده که آره شما دوتا قبض رو پرداخت کنید. اونا رو سریعا پرداخت کردم، باشون تماس گرفتم، پیگیر شدم. به این نجه رسیدیم که نامه های ترانسپورت سیرسن با سیتی میل میادش. بعد ترانسپورت سیرسن گفتش که آره یکی از این نامه ترنک که مربوط به ترنک سلسکت میشد توی ماه یانواری برگشت خورده بوده، ولی این دوتا موردی که مشکل پیش اومده بود، یکیش ماه برج چهار بوده. مثل که نوشته ترنک سلسکت برج چهار. شما ترنک سلسکت رو چیز پرداخت نمی کنید و آتگی رو؟ چرا ما رو پیروات هم با آتگی رو پرداخت برای شرکت چیز بود، رو کاغذ بود. سوالتون حالا چی هستش اگه ممکن نظر سریع؟ اینه که الان من چیز کردم، باشون تماس گرفتم، کنفوندن گفتم نامه رو نگرفته بودم. مدرکی هم که ما به دست آوردیم از ترانسپورت سیرلسن که آره یکی از نامه ها که فرستاده شد به کنفوندن این برگشت خورده بود به چیز به خود ترانسپورت سیرلسن. اون بلوکرا کردن. اون یکی که مربوط به ترنک سلسکت میشه اون برگشت نخورده بهشون، ولی که اون گفتن کارش نمیتونن بکنن. ولی برای ترنک سلسکت اون ماه قبلش بهشون برگشت خورده بوده. یعنی در واقع سوالتون چی هستش؟ سوال من اینه که چجوری من میتونم به اینا ثابت کنم؟ من میگه بعد به ویزا کنید که این نامه رو نگرفتی. بعد این مشکل ترانسپورت سیتی میله، باشه ثابت میگم، میگم اون نامه‌ای که برگشت خورده رفته ترانسپورت سیتی، شما اون لاگی دارین، آن تکنینگی دارین؟ اونا هیچ آن تکنینگی ندارن، در صورتی که ترانسپورت سیتی آن تکنینگ داره که نامه برگشت خورده. من میگم نامه ها نه، یکی از نامه ها، نامه‌ای که مربوط به آره ترانسپورت سیتی میشده دیگه، چون یکی از نامه ها درسته؟ اینطوری گفتین که یکی از نامه ها برگشت خورده، یکی از اون نامه‌هایی که فرستادش به کنفوندن برگشت خورده بوده، ولی یکیش که مربوط به ترنکسلز کات می‌شده که برگشت نخورده رفته کنفوندن، یه مشکل داشته تو ماه یانواری اون برگشت خورده بوده. یعنی از ماه قبل دو ماه قبلش هم برگشت خورده بوده. یعنی در واقع دو تا نامه برگشت خورده. آره ولی این نامه‌ای که الان مد نظر اون برگشت نخورده. اون اینا میگن برگشت نخورده، برگشتش ندادن، منم به دست منم نرسیده. خب الان ببین عزیز، معمولا وقتی که ببین بعضی از فود ران استان اگه بهش بگیم، یعنی وقتی که فرستاد به فرد فرستاده میشه، این تلفن ما زنگ، وقتی به کرونفوگ، یعنی به کرونفوگ فرستاده میشه، مدن خواهم بعضی از فودران وقتی اطراف افراد خصوصی باشه یا بر اساس قراردادی باشه، اینا به شما که میاد شما میتونید که اینو به اصطلاح بستریدا بکنید، فرداختش نکنید یا به حال جواب بدید، جوابم میخوان از شما، اون باید به شما از سر کرونفوگ ابلاغ بشه و جواب بدین و فرصت میاد. ولی بعضی از این فودران از در قانون در نظر گرفتش که این رو شما معذرین که پرداخت کنید، هیچ قراردادی وجود نداره، مثل هم ترنک سلسکت، مثل خود مالیات، مثل جرایمی که شهرداری در واقع صادر میکنه پرکنس برتر، اینا رو شما معذرین که خودتون پرداخت بکنید. اگر به کرونوفوگ بره در واقع شما آن مهنگ میگیرید و اون رو باید پرداختش بکنید. یعنی حالا اینجا خب شما بذاری سختتونه، چون که خودتون موظف بودید که این رو رعایت بکنید، حالا نکردید و کرونوفوگ هم برش، یعنی اون فومینسه یا فاکتور انرژی هم به شما فرستادن، شما میدید که به دست ما نرسیده، اونا میگن که نه برای ما برگشت نخورده و آدرس موجود فرستاده شده و شما قاعدتاً موظف هستید که به نامه هایی که بعد شما ارسال میشه رو کنترل داشته باشید و به دست، یعنی خودتون موظف هستید که اینو در واقع کنترل داشته باشید روش. بنابراین شما این که بگی به دست ما نرسیده کافی نخواهد. من میگم دو دفعه این مورد پیش اومده که برگشت، مشکل اصلی اینه که شما موظف بودید که این رو پرداخت بکنید و این کار رو نکردید. در واقع اینم که اصلا به شما یادآوری میکنن، در واقع لطف میکنن که این کارو میکنن. بنابراین
اینجا یه کار اشکال داره. حالا شما میگین که نامه از کرونوفوگ به دست من نرسیده، حالا در واقع ادعایی هم که مطرح میکنین که پست گم شده دیگه، به حال دست ما نیست. اون اصلیه نده، اون کنفونگی که دوتاشو همه رو پرداخت کردن، با آویفته اضافهش هم پرداخت کردن، حالا بهم برگردوندن آویفتهشون. ولی ترانسلسکات مالیاته و شما موظف هستین که به موقع اون رو پرداخت بکنید. یعنی اشکال شما اینه. اون استور بروره به قول معروف، اون برادر بزرگه که قبلنا اطلاع میداد و کمک میکرد که ما یادمون نره، اون دیگه وجود نداره و در بسیاری موارد حالا اونم یاداوری کرده، گویا یاداوری شده، ولی خب نامه شما میگین که به دست ما نرسیده. ولی خب این که اون یاداوری به دست شما نرسیده به اندازه کافی دلیل قوی نیست که کرونوفوگ این مورد رو مارکیرا بکنه به قول معروف شما آن مارکتینگ نگیرید. البته به من گفتش که الان آن مارکتینگ نمیگیره چون یه دونه از اون یکی رو بلوکرا کرد، ولی خب الان چیز کردم پرونده که به کرونوفوگ میره شما این فرد شرکت الان کس آن مارکتینگ میگیره، حتی اگر اینو بعدا پرداخت بلافاصله پرداخت کنید بس رایی نداره. تا چند وقت اینجوری هستش؟ شما ادعاتون رو میکنید، امیدوارم درست بشه. نه کلا میگه حالا اگه اینا هم قبول نکردن بودیان مکنینگ چند سال میمونه رو شرکت؟ اون 3 سال معمولا هستیم. 3 سال به محفظ باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. های رسامی من سریعا برم سراغ چیز. شما شرط امرار معاش برای اقامت دائم کسی که کاری آمده و خودش و یک دختر دارد چه می باشد و اگر اجاره نامه خانه لازم باشد تاریخ آن از چه زمانی باید باشد؟ چون من الان اجاره خانه نمی دهم. من اجاره خانه نمی دهم. بله، تا در موقعی که داره مهاجرت تصمیم گیری میکنه این قرارداد باید وجود داشته باشه دیگه. اوکی، بعد حالا دیگه 4 سال گذشته شروع زندگی کردیم بررسی نمیشه، اینکه اون موقعی که بررسی میشه شما در واقع مسکن داشته باشید. مرسی. و چون هزینهش مشخص بشه که بر اساس اون هزینه مسکنتون اون درآمدتون رو در واقع بررسی بکنن که این درآمد کفاف زندگی رو میده یا نه. بله، اجازه بدید. یعنی من فکر نمی کنم که در این زمینه اداره مهاجرت شرط داشتن قرارداد دست اول و این چیزا رو معمولا نخواهد گذاشت، چون مربوط میشه به اقامت بر اساس ازدواج. ولی این در این موارد قراردادی نیاز هست که مبلغ رو اداره مهاجرت بتونه بفهمه که چقدره، که درآمد کلی فرد رو بررسی بکنه که به کفاف زندگی میده یا نه. مرسی. دوستی نوشتن اگر فردی که بهش اقامت دادن خودش مشکل دار توی کشورش هست، آیا برای خانوم و فرزندانش باز هم مشکل رفتن به کشور خود و گرفتن پاسپورت از سفارت دارند؟ یه ذره، یعنی من مثلا اگه من بیام اینجا تقاضای پناهندگی بکنم، زن و بچه هم نمیتونن برن سفارت تقاضای مثلا پاسپورت بکنن؟ نه، اگر اون زن و بچه بعدن ملحق بشن با پاسپورت خودشون وارد شدن و اقامت بر اساس پاسپورت خودشون و یعنی به خاطر پناهندگی اقامت نگرفتن، بلکه به عنوان پیوند خانوادگی و اونا قاعدتا بر رفت آمد به کشور خودشون از نظر مهاجرتی ایرادی وجود نداره. مرسی. تو یکی از آشنایان من با ویزای قانونی در سپتامبر 2018 وارد سوئد میشه و به دلایلی در دسامبر 2018 رسما تقاضای پناهندگی میکنه. سپتامبر اومدن، دسامبر تقاضای پناهندگی میکنن. در دسامبر سال 2020 پس از 2 بار مصاحبه و در همان مرحله اول به عنوان پناهنده سیاسی از اداره مهاجرت جواب مثبت میگیرن. سوال: برای درخواست شهروندی سوئد آیا زمان درخواست پناهندگی ایشان که دسامبر 2018 بوده مبلغ قرار میگیرد یا دسامبر 2020 که تقاضای پناهندگی ایشان از طرف اداره مهاجرت پذیرفته شده؟ دسامبر 2018. 1. 2، اینکه این فرد اول باید اقامت دائم داشته باشه تا بتونه تابعیت درخواست بکنه. اقامت های چون میدونیم که اقامت های پناهندگی الان موقته و 2018 تا الان هم 3 سال، حالا بستگی داره که این فرد اقامت دائم الان در حال حاضر کسب کرده باشه یا نه، ولی به نظر نمیرسه چون 2020 اقامت گرفته، هنوز 2 سال هم نشده، به 1 سال و 1 سال هم نشده در واقع. بنابراین اقامت فعلا موقته و برای این برنامه‌ریزی هنوز زوده. فرد اول باید اقامت دائم کسب کنه
بعد از زمانی که در واقع 4 سال داره صحبتش میکنیم، اون از دسامبر 2018 حساب خواهد شد. مرسی. اگر فردی اول پناهنده بوده و بعد از منفی گرفتن چون کار میکرده اقامت کاری بگیره و همسر این فرد در دوران 2 سال اول اقامت کاری به ایران سفر کنه، این قضیه میتونه برای اقامت فرد در سوئد مشکل ایجاد کنه به این دلیل که قبلا پناهنده بوده؟ نه خیر، ایشون استاتوس فعلیش اقامت بر اساس کاره و نه بر اساس پناهندگی، بنابراین مشکلی از اون بابت به وجود نخواهد آمد. اوکی، مرسی. آیا امکان مهاجرت به سوئد جهت تحصیل برای جوانی که تا مقطع دیپلم تحصیل کرده و شرایط مالی مناسبی داره هست یا خیر؟ اگر امکانش هست چه شرایطی داره؟ بله، دانشگاه فرد پذیرش از یه دانشگاه بگیره در مقطع هرگ سکول، همون دانشگاه دیگه، بعد از دیپلم، بعد شرایطشو داشته باشه، پذیرش میگیره، شرایط مالیش هم داشته باشه، خب میتونه آه. مرسی. دوستی نمیشن، من اقامت کاری دارم، بعد از 4 سال کار کردن از اداره مهاجرت جواب منفی گرفتم. الان پسرم 19 سال سن داره و در کلاس دوم دبیرستان تحصیل میکنه. آیا راهی داره که ایشون بتونن در سوئد بمونن و اقامت بگیرن؟ در صورتی که بتونن در سوئد بمانن، آیا امکان ادامه تحصیل دارن؟ حالا اول اقامت بگیرم بعدن اقامت گرفتن بستگی داره به نوع اقامتشون، اون موقع این مسئله مدرسه و تحصیلان رو باید برنامه‌ریزی بکنن. بعد جواب روشنی وجود نداره، برای اینکه اون فرد 21-22 ساله بود، گفت 19 ساله چون بالای 18ه، بر اساس میتونه که خودش مستقلن اقامت بگیره. و البته حواسم میذاره پرت شد، ایشون اول پناهجو بود بعد اقامت کاری کسب کرده بود در ایران؟ نه، ایشون نوشتن بعد 4 سال اقامت کاری اداره مهاجرت جواب منفی داده. بله، الان هم پسرشون 19 سال است، یعنی 15 ساله بوده. قبل از اون رو نمیفهمیم که آیا پناهجو بودن اینا یا اینکه با اقامت کاری وارد شدن. احتمالا بعد اقامت کاری باشه چون چیزی ننوشتن. بنابراین دو تا مورد مختلفه، اگر فرد قبلا پناهجو بوده بعد از اینکه پروسه پناهندگیش به اتمام رسید درخواست اقامت کاری کرده و 4 سال بوده بعد دوباره جواب منفی گرفته، یک شرایط دیگه داره فرد. اگر با اقامت کاری وارد کشور شده باشه و نهایتا بعدا جواب منفی گرفته، یک مورد شرط دیگه، یعنی شرایطش فرق میکنه. بنابراین ولی در هر حال اون فرزند 19 ساله چون الان مسمه، خودش میتونه که مستقلن بتونه اقامت بگیره دیگه. اون شرایطش چی هست؟ میتونه کاری باشه، میتونه پناهندگی باشه. بسیار عالی. جان رستمی، آخرین ثانیه ها رو داریم، آیا افراد زیر 18 سال هم میتونن برای ادامه تحصیل به سوئد بیان؟ افراد زیر 18 سال؟ بله میتونن قاعدتا. خب اداره مهاجرت یه مقدار حساسه به اون موضوع و فرد از یه مدرسه‌ای در واقع بگیم ایشون رو قبول بکنه که بیاد اینو تحصیل بکنه، ما همچین موردی تا حال ندیدیم. ولی حالا اگه یکی خیلی وضع مالی خوبی داره، بهتره که همچین فردی رو یه کشور دیگه بفرسته به سوئد. توصیه من اینه، ولی به هر حال هر کس صلاح خودش داره میتونه تصمیم بگیره در این مورد. ولی مدرسه‌ای در سوئد بگیم که به این فرد قبول میکنه، من دقیقا اطلاع ندارم که آیا در مقطع زیر دیپلم هم میشه یا نه، این رو باید یه کوتاه در هفته های آینده بتونم جواب بدم. ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم تحصیلات دانشگاهی معمولا رایج در زیر تحصیلات زیر دانشگاه، مقطع دانشگاهی رو دقیقا اطلاع ندارم. دوستان افهمیمون رفتن. آقای رستمی، اگر یه نفر فرد افغان بیاد و در سوئد تابعیت سوئد رو بگیره، آیا میتونه ترک تابعیت افغانستانش رو بکنه یا باید با خود افغانستان در تماس باشه؟ اون دیگه رفتی به سوئد نداره، اون رفتی به قوانین افغانستان داره که یا از طریق سفارت که الان وجود نداره یا از طریق برحال مقامات اون کشور باید درخواست بکنه این کار. خب این اقدام رو انجام بده. ولی خب
بله یعنی رفتی به سوئد نداره، باید از طرف مقامات کشور خودش اقدام بکنه. قربان یه دونه انگلیسی هم اومده، من چون نخوندمش فقط سریع به چند تا. Would you please ask Mr. Rostami this question? What is the interest of Sweden taxpayers in the trail of Nuri in Sweden? Why should millions of crowns be used to something which has nothing to do with Sweden? And why the ICC, International Criminal Court, is not involved with this trail? چرا صحبت را خارج کنه؟ این قوانین، خب این بر اساس یه سری قوانین بین المللی در قوانین سوئد تنظیم شده و کشورهایی که عضو بعضی از کنوانسیون ها هستن رو قبول کردن که جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی رو حتی اگر در کشورهای دیگه هم اینا افراد شهروند کشورهای دیگه چه ربطی هم به سوئد نداره در سوئد پیدا بشند، مقامات قضایی کشور سوئد اجازه دادن که همچین فردی رو محاکمه بکنن. این بر اساس قوانین و کنوانسیون بین المللی سوئد موظف شد این کار رو انجام بده. حالا در مورد نوری و هر کسی دیگه همین رایج، افرادی که همون تروریست های دولت اسلامی خیلی هاشون شهروند سوئد هم هستن که میرن اونجا مسافرت و کارهای تروریستی مرتکب انجام میگیرن و برمیگردن. خب این رو دو حالت وجود داره، یا طبق قوانین داخلی کیفری سوئد محاکمه میشن و یا بر اساس جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت هم میتونن محکوم بشن. این قوانین یک مقدار با همدیگه متفاوت هستن، شرایط خاص خودشون دارن و خب موضوع اصلی فعلا در قوانین سوئد مشکل اثبات خود جرم هست، یعنی مدارکی در دست نیست قاعدتا که این گونه افراد رو در سوئد محاکمه بکنن. مدارکی گفته میشه مدارک انفرادی باید وجود داشته باشه که فرد رو به یک جرمی منتسب بکنه، وصل بکنه به قول معروف. این گونه جرایم، این گونه مدارک به ندرت میشه تهیه کرد، مگه اینکه فرد با یه سری عکس و فیلم و مدارک این قبیلی بتونه شناسایی بشه، ولی مسافرت کردن و رفتن و ملحق شدن به گروهی به خودی خود در سوئد جرم تلقی نمیشه. این و جنایت جنگی هم خب خیلی واضحه، اونجا باید مدارک و اندازه کافی انفرادی وجود داشته باشه که فرد رو بر اساس اون جنایت بشه محاکمش کرد. این یه ذره فرقی بود که بین نوری و بقیه وجود داریم. پس همین که دادگاه دادگاه جرایم بین المللی لاهه و اینا الان در واقع خودشون نیومدن دخالت بدن، اینه که فعلا با تکلیف اول در سوئد مشخص بشه دیگه، درسته؟ این کشورهای دیگه هم میتونند این فرد رو محاکمه بکنند، ولی سوئد چون ایشون در سوئد وجود داره و طبق قوانین سوئد هم میتونه این صلاحیت رو داره که این فرد رو محاکمه کنه، در درجه اول خودشون این کار رو میکنن. بعدن کشورهای دیگه شاید بخوان که این فرد رو محاکمه بکنن با اون موضوع دیگه. حالا ببینیم چطور میشه. با یک دنیا تشکر از شما جناب رستمی عزیز، آرزوی سلامتی دارم. و دوستان عزیز فراموش نکنید که آرشیو این برنامه ها رو به نام نیما رستمی در یوتیوب با تاریخ روز میتونید پیدا کنید یا به سایت همسفر رادیو نقطه اس در بخش آرشیو ببینید. جناب رستمی عزیز با یک دنیا تشکر از شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، عصر بخیر. قربان شما. شنوندگان عزیز، فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنار شما خواهیم بود و امیدوارم که بعد از ظهر و شب قشنگی رو در پیش داشته باشید. پیروز باشید عزیزان.